رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که تحریک جهاد پاکستان به پایگاه هوایی آموزشی ارتش در ایالت پنجاب حمله کرده است. این حمله در ساعت نخست روز شنبه 13 آبان به پایگاه هوایی آموزشی نیروهای پاکستان در منطقه میان والی ایالت پنجاب رخ داده و گفته می‌شود چندین هواپیمای ارتش نیز تخریب شده است. سخنگوی تحریک جهاد پاکستان در یک بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حمله به پایگاه هوایی ارتش پاکستان سومین حمله به نظامیان این کشور در شبانه روز گذشته است. یک کاروان نیروهای پلیس پاکستان در شهرستان دیر اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا روز جمعه هدف انفجار مین قرار گرفت که به کشته شدن 6 نیروی پلیس و زخمی شدن 21 تن دیگر منجر شد. گروه از مهاجمان مسلح هم عصر روز جمعه در مسیر کاروان نیروهای ارتش پاکستان در شهرستان گوادر در بلوچستان کمین کردند که در اثر تیراندازی 14 نیروی ارتش کشته شدند. ارتش پاکستان گفته که برای یافتن سرنخ از عاملان این رویداد عملیات تصفیه‌ای را آغاز کرده است. یک انفجار دیگر هم روز جمعه در منطقه کلاچی در شمال غرب پاکستان رخ داد که به گفته پلیس در آن یک نظامی کشته شد. در جریان امسال ناامنی‌ها در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان افزایش یافته که از غیر نظامیان و نیروهای امنیتی این کشور قربانی گرفته است. افضل رضا کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد با ما هم رستن. آقای افضل سلام علیکم. عرض ادب. سلام بر شما همکار عزیز و همچنین عرض ارادت خدمت بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام. بزرگ داریم. آقای افضل، مهمترین عوامل و دلایل تشدید خشونت‌ها و حملات علیه نیروهای امنیتی پاکستان چه بوده؟ بفرمایید. با تشکر مجدد. بله، حضرت عالی به درستی به جریانات دو روز اخیر حملات تروریستی در دو نقطه خشونت زده پاکستان اشاره کردید، به علاوه اینکه امروز هم یک حمله تروریستی که البته ناکام به پایگاه نیروی هوایی در شرق ایالت پنجاب نیز به وقوع پیوست. صبح امروز که دست کم تلفاتی برای نیروهای امنیتی پاکستان نداشت، ولی 9 تروریست که مهاجمان اصلی در این حمله بودن کشته میشن. خب دولت و ارتش پاکستان از 2 سال گذشته از زمانی که رژیم طالبان با ساقط ساختن دولت اشرف غنی در کابل حکومت رو در افغانستان به دست گرفت که دلایل اصلی ناامنی خودش و کوتاهی رژیم طالبان در افغانستان برای مبارزه با تروریسم و مراقبت از مرزهای مشترک میدونن. یکی از نکات دیگر که نظامیان پاکستان طی ماه اخیر به اون اشاره کردن این که دسترسی آسان تروریست ها در خاک افغانستان به اسلحه ها و مهمات خارجی هستش که قبل از فرار آمریکا و ناتو از افغانستان به اونجا جا میذارن و به گفته مقامات پاکستانی تروریست ها با به دست گرفتن این مهمات اسلحه جرأت بیشتری پیدا کردن تا حملات فرامرزی رو انجام بدن. خب این تشدید اوضاع سایه تحولات سیاسی را هم این تحولات منجر به سنگینی این سایه بر روی رویدادهای سیاسی امنیتی شده، در حالی که پاکستان تا چند ماه آینده قرار انتخابات عمومیش برگزار بکنه و نگرانی کارشناسان این هستش که اگر بخواد به همین وضعیت ادامه پیدا کنه ممکنه وقایع دو انتخابات گذشته که با حملات تروریستی نیز همراه بوده دوباره تکرار بشه. آقای افضل رضا، طی سالیان اخیر ارتش و استخبارات پاکستان همواره به حمایت از گروه‌های بنیادگرا و افراطی متهم بوده. اکنون چطور شده که این گروه‌ها حامیانشان را نشانه می‌گیرند؟ بعد از یورش به نظر من بله، بعد از یورش آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، پاکستان با توجه به اینکه بدهی‌های بالای خارجی داشت و اقتصادش لازم بود که دوباره با دلارهای آمریکایی بهبود پیدا کنه وارد این جنگ میشه. خب بعضی از گروه‌ها رو به دستور آمریکا و برخی از کشورهای دیگه حمایت می‌کنه، ولی بعد از وقایع یعنی سال 2010 به اینور دولت پاکستان
تصمیم گرفت که سیاستش در حوزه مبارزه با تروریسم به ویژه در خصوص افغانستان عوض بکنه. البته این مورد نظر گروه‌های خشونت طلب و افراطگرا نبود و باعث شد این رویارویی بین استخبارات و نظامیان پاکستان و نیروهای افراطی ایجاد بشه. به همین حساب دولت و ارتش پاکستان این روزها تاکید میکنن از رژیم طالبان افغانستان که جلوی هر گونه تحرکات گروه‌های افراطی رو بگیرن و اینکه به نام اسلام و جهاد اجازه ندن این حملات از خاک افغانستان به پاکستان انجام بشه. با توجه به افزایش خشونت‌ها و بحران‌های سیاسی و اقتصادی در پاکستان، چشم‌انداز آینده کشور دارای سلاح هسته‌ای را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بفرمایید. البته نگرانی هایی قبلا از سوی مجامع غربی اعلام شده بود که ممکنه بی‌ثباتی ها در پاکستان یا ناامنی ها و ناآرامی ها باعث بشه عناصر تروریستی به تأسیسات هسته‌ای و دارایی های اتمی پاکستان دسترسی پیدا کنه. البته مقامات رسمی پاکستان بارها این ادعا و نگرانی غرب رو رد کردن و گفته بودن کار به اینجا نمیشه. البته مشکلاتی برای پاکستان به دنبال خواهد داشت. شما شاهد هستین که بعد از یک سال و نیم از سقوط دولت قبلی پاکستان به نخست وزیری عمران خان و اومدن یک دولت دموکراتیک و ائتلافی دیگه به کاهش حملات تروریستی در این کشور کمکی نکرد و بیم اون میره اگر به همین روند ادامه پیدا کنه و این کشور نتونه در کنار نارمی‌های سیاسی به چالش‌های امنیتی خود برسه، ممکنه تبعات گرانتری برای خود کشور از جمله نابسامانی در داخل منجر بشه. بله، تشکر میکنم از شما جناب آقای افسر رضا. منم ممنونم از شما استاد گرامی. افسر رضا کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام‌آباد با ما همراه بودند.